بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان معصیلین و گرانقد سلام علیکم و رحمت الله امید است که در حفظ و حمایت پروردگار بسر سر ببرید و روزهای خوبی را ایام خجسته عید سپری کرده باشیم و به با امید اینکه الله جلت ازمتوه با لطف بی منتهای خود شرایط حاد را از سر عموم امت اسلامی بردارد و جایگزین آن حالات عادی را بیاورد در درس گذشته پیرامون بحث ولایت که آیا خود ولایت بر نکاح به اساس چی می باشد چه اشخاص ولایت دارند ولایت و بود و در چه صورت صغیر و صغیره حق خیار را دارند بعد از بلوغ و در چه صورت ندارند این بحث های با تفصیل ذکر شد و در این بخش و در این ادامه این موضوع پیرامون یک سلسله مسائل دیگر صاحب هدایه موضوعات را مطرح کرده می ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون اختيار داري و تصرف برأي غلام براي شخص خردسال صال وبراي دیوانه نیست چون همه اینها ولایت درست ندارن و کردن بين افراد ناقص است دور از شفقت است, دور از است لانه لا ولاية لهم على انفسهم زیرا که این اشخاص ولایت بر خود ندارند وقت شخص بر خود ولایت نداشت پس بر غیر خود به طریق اولا ولایت ندارد فاولا الا تثبت على غيرهم پس بهتر است که ولایت ثابت نشود بر غیر آنها ولا ولان هذه ولایت نظریه دیگر این که ولایت ولایت شفقتی است بحث بحث شفقته ولا نظر فی التفویض الی هؤلاء نظر نیست که ما بسپاریم همان اختیارداری و تصرف نکاح دادن را اله اولای به سوی همین گروه به سوی غلامی که او به خدمت مولا مصروف است و از اهلیت های تام برخوردار نیه و سوی خوردی که ناقص الاهلیت و سوی دیوانه که او عدیم الاهلیت و یا مسلوب الاهلیت است ولا ولایت لکافر علی مسلم تصرف و اختیارداری نیست برای شخص کافر بر مسلمان کافر هم بر مسلمان ولایت ندارد نمی تواند پدر کافر دختر مسلمان خود را به شوهر بدهد بر و ولایت نداره لقوله تعالی به خاطر این قول خدای تبارک و تعالی ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا و هرگز قرار نداده است الله سبحانه و تعالی برای کفار بر مسلمان ها راه را وقتی که بر آن هیچ راهی ندارد پس لحاظا ولایت هم بر آن ندارد اگر ولایت داشته باشد راه بس داشت، می داشته باشد ولیازا لا تقبل شهادت علیه ولایت وارثانه از این جهت است که شهادت کافر علیه مسلمان بر ضرر مسلمان قبول نمیشه به خاطر اینکه ولایت ندارد این شهادت از ولایت مستفاد است و منشا گرفته ولایت وارسانی و به همین واسطه از یک دیگر میراث نمیبرند کافر از مسلمان و مسلمان از کافر بر بحث میراث در موضوع مسائل موانع ارث اونجا خواندیم که یکی از جمله موانع ارث اختلاف دین است که دو ملت مختلف از یک دیگر میراث نمی برند اما کافر فتثبت له ولایت الانکاح علی ولده الکافر کافر که است ثابت می شود برای آن ولایت نکاح دادن بر اولاد کافرش آ کافر میتونه دختر کافرش را به نکاح بده یا برای پسر کافرش نکاح بگیرد این صلاحیت را دارد لقوله تعالی بخاطر این قول تبارك تبارک و تعالی والذین بعضهم اولیاء بعض کسانی که کافر شدن بعضی از ایشان نزدیکان و تصرف کنندگان بر بعض دیگر مرهم ولایت دارند ولهذا لا تقبل شهادته عليه بمن خاطر تقبل شهادته عليه قبول مشوت شهادت كافر علیه کافر دیگر و یجری بین هما التوارس و جاری می شود میان دو کافر میراث بردن از یک دیگر اولاد کافر از والدین کافر میراث می والدین از اولاد و همچنان دیگر اقاربه که همه در کفر شریک باشند از یک دیگر وارث قرار می ولغير العصابات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة براي غير عصابات أقوام پشتي من الأقارب از ديگر نزدیکان ولاية نكاه دادن هست در نزد امام أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل ماما مثل همچنان ديگر أقارب كي قوة پشتي نمي باشند بچه ماما و امثال این حنیفه در ابی در نزد امام صاحب معنا و این عدم العصبات در وقتی که عصبات نبود برای غیر عصبات هم این ولایت نکاه دادن ثابت میشه وازا استحسانون این حکم حکم استحسانی است قیاس خفی بر قیاس جلی ترجیح پیدا میکنه به واسطه قوت اثرش ایرا میگن استحسان وقال محمد إمام محمد رحمة الله عليه فرمودا لا تثبت براي غير عصبات أز أقارب ولا تزويج ثابت نمي شبد القياس قياس جلي وقياس آشكارا هميست وهو رواية عن أبي حنيفة وهي رواية أز إمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وقول أبي يوسف في ذلك مضطرب قول إمام أبي يوسف رحمة الله عليه دارين مورد مترددة قول مثل قول إمام أبو حنيفة أمد كولاية تزويج دارت وقول أز إمام محمد رحمة الله عليه مطابق بقول إمام محمد قفت كولاية تزويج برايان صابت نمشت تبقي قياس والأشهر ومشهور تر که أنه مع محمد.

ولايته إنما ثبتت صونا لِلْقَرَابَةِ عن نسبة غير الكفء إليها وإلى الْعَصَبَاتِ الصيانة. يعني. نقول إن ولايات تصرف داري تدبير خاص بإن خاطر ثابت شدة. تا إن قرابت قرابات وعمان رشتة محفوظ بماند. أز نسبة غير الكف وغير مثل غير غير مانند. ها به طرف همان قرابت یک شخص نادرسته به آن پیوان نخوره و این قرابت چه کسی وظیفه دارد که نگه دارد از نسبت غیر کف کسی که اهل امین قرابت است و این قرابت مستقیما به او تعلق میگیره و او عصبه است و الى العصبات الصیانه و به سوی عصبات است نگه داشتن این قاعده است که صلاحیت و مسئولیت دوشا دوش یکدیگرن چون اینها مسئولیت آنها سنگین است اصابات و لحاظ صلاحیت آنها هم هست که ولایت دارن غیر آنها مسئولیت آنها اینقدر نیست و ای به قرابت آنها کدام لطمه وارد نمی کنه پس لحاظ صلاحیت هم غیر عصبات ندارند ولی ابی حنیفه دليل الإمام رحمة الله عليه إنس كأن الولاية نظرية إن ولايته شفقة تدبيره تصرفك در نکاح إن ولایت ولایت نظری است ولایت ولایت إن است شفقة از احسان و يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة نظر صابت میشه به سپردن همین ولایت و اختیارداری را به کسی که خاص به قرابت است خاص شده است به قرابت اهل قرابت و چنان قرابتی که باعث به شفقت میشه لیازا فرق نمیکنه که چی عصبات باشه چی غیر عصبات چون همین مسئله قرابت در میان هر دو هست و قرابت هم باعث بر شفقت لحاظا باید به با آنها هم سپرده بشه و من لا ولی لها. کسی که برایش ولی نیست قریبی ندارد یعنی عصبه از جهت قرابت ندارد اذا زوجها مولاها الذي اعتقها جازه وقتی آن را به نکاح داد او مولایش مولای که او را آزاد کرده مولای اطاقه کنیزر آزاد کرده حالا او را به نکاح میده جاز رواست لأنه آخر العصبات آخرين عصبات من مولای اطاقه هست که این سبب وقت سببی است وقتی عصبه نسبی نبود آخرین عصبات عصبه سببی است که خاطر نسبت اطاقه آزاد سازی عدم الأولياء زمانی که نبودن هیچ ولی برای دختر نبود براي پسر نبود بود إلى الامام والحاک ولایت تدبیر و تصرف و اختیارداری و سوی امام است امام عامه خلیفہ بادشاه والحاکمی و سوی حاکم یا قاضی یا والی و اینها سپرده میشه لقوله صلی الله علیه وسلم بخاطر این گفته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام السلطان ولی من لا ولی له بادشاه ولی برای کسی است که برایش دیگر ولی وجود نداره کسی که قرابت نداشت قریب برایش نبود بادشاه ولی است و اذا غاب الولی الاقرب غیبت منقطعه جاز لمن هو ابعد منه ان یزوج هرگاه ولی نزدیکتر غائب شد به غیبت منقطعه غیبت منقطعه همون جایست که هیچ خبری نمی رسه و جایش و آدرسش مشخص نیست و وسائل ارتباط کاملا قطع است و قافله ها در سال یک مرتبه یا دو مرتبه بیشتر به آنجا راه پیدا نمی کنند او را به نام غیبت منقطعه می گرد. ولی اقرب مانند پدر رفته به همونطور جایی مسافرت و غایب شده به غیبت منقطعه

زفر و رحمه الله لا يجوز. إمام زفر رحمه الله عليه فرموده كي ای ولي أبعد يا دورتر تصرف کردن آن در غائب بودن ولي أقرب غیبت منقطعه جایز لأن ولاية الأقرب قائمة ولاية وتصرف واختيار وتدبير همان ولي نزدكتر ثابت از سر جای خود ولو که او در سفر است ولو که او غایب است لانها ثبتت حقا له صیانت للقرابه فلا تبطل بغیبته زیرا این ولایت ولایت نزدیکتر ثابت شده به عنوان حق برای همان ولی نزدیکتر به خاطر حفاظت و حمایت و نگهداری قرابت را از لطمدار شدن فلا تبطل. باطل نمی شود این ولایت ولی اقرب به غیبتی به واسطه غایب شدنش ولو غایب باشد ولایتش سر جای خود باقی است ولی از همین جهت که ولایت آن باقی است لو زوجها حیث و هو جازه اگر همان ولی نزدیکتر دختر را به نکاح داد در جایی که بود به همان منطقه همان جا تصرف کرد و او را عقد کسی در آورد و او را نکاه داد جازه این تزویج آن و نکاه دادن آن جایز است پس معلومه که ولایت از او قطع نشده ولا ولایت للابعد مع ولایته ولایت و تصرف و اختیار و تدبیری نیست بلای ولی دورتر همراه ولایت ولی اقرب وقتی ولی اقرب ولایت نزدیک موجود است پس لحاظا ولي دورتر صبرست صبر اي حق ولايته ندارد ولنا ان هذه ولايه نظريه در لمين است ولايات اي ولایت به اختيار و وتصرف و تصرف يك ولایت نظري و است بر اساس شفقت ناشی من النظر التفويض الى من لا ينتفع برأيه از جمله نظر و شفقتی نیست که ما سپورت کنیم و بسپاریم و تحویل بدیم امر نکاح را به کسی که از رأی از او از نظر از او از فکر از او نفع گرفته نمیشه و غایب است ما نمیتونیم با او مشوره بکنیم پس لحاظا به سپردن به آن هیچ نوع شفقتی وجود نداره ففوضناه الی الابعد پس لحاظا ما تفویز کردیم و سپردیم این ولایت نکاح را در غیاب ولی اقرب به سوی ولی دورتر وهو مقدم على على السلطان وولي دورتر ومقدمة است نسبت به بادشاه درست است بادشاه ام دارد اما قرابت نداره واسطه السلطان و ولي و لا ولي له لهذا اگر امين ولي بعيد ام بود در حضور زو و در وجود از او سلطان حق ولایت ندارد كما إذا مات الأقرب مثل سورتك أجر ولي نزدك ميميرت درون صورت اختيار داري بولي أبعد است حالا عنك او غائب است بغيبت من لهذا ولا ما بكي مسباريم بولي دور ولو زوجها حيث هو فيه منع جواب میده از قیاس قول امام زفر رحمت الله علیه که می گفت که ولایتش باقی است واسطه در جایی که هست اگر همون جا او را به نکاح داد جواز دارد ایره رد میکنه و قیاسر میگه ولو زوجا حیث هو و فیهی اگر او را به نکاح داد در جایی که او در آنجا هست منعه اولا منع شده ممنوع هست باید مقیس علیه ما همیشه امر مسلم باشد امر اجماعی باشد امر اتفاقی باشد ای امر ممنوع هست و ای خودش را فقها اجازه نمیدند ای جواب علی سبیل المنع و جواب علی سبیل تسلیم میده میگه و بعد التسلیم اگر بالفرض تسلیم بکنیم ای جواب علی سبیل التسلیم است نقول و یعنی اینجا وجه فرق رو بیان میکنه بین این مسئله و اون مسئله نقول ما میگویم للابعد بعد القرابت و قرب التدبیر برای ولی دورتر دوری قرابت قرابتی و دور است اما نزدیک بودن تدبیر و تصرف و اختیار داری است و برای ولی اقرب یا نزدیکتر باز اینجا برعکس برای ازی عکس آن است این قرب قرابت داره ولی بعد تدبیر داره پس لحاظا فنزلا منزلت ولیین متساویینی، اینا فرود می آیند و قرار می گیرند در مرتبه و در درجه دو ولی برابر گویا اینها هر دو در یک درجه هستند پس به این واسطه به یک درجه هستن عقد نفذه هر یکی از آنها چی ولی اقرب در سفر در همان جا عقد کرد عقد و نافذ میشه و اگر ولی عبد در اینجا عقد کرد عقد از او نافذ میشه ولا یورد ورد کرده نمیشه حالا غیبت منقطعه برای ما تعریف میکنه میگه والغیبت المنقطعه ان یکون فی بلد لا تصل الیها القوافل فی السنة الا مرة واحده غیبت منقطع آن غیبت است که در جای باشد در سرزمینی باشد در شهر باشد که در آنجا قافلا در سال یک مرتبه زیاده تر نرسد فقط در سال یک مرتبه بتونه قافله اونجا برسه و ارتباط بشه و دیگه باز تا یک سال دیگر قطع باشه او را میگن غیبت منقطعه و اختیار القدوری نظر و تعريف تعریف برای غیبت منقطعه اختیار امام ابو الحسن قدوری است وقيل ادنا مدت سفر بعض گفتن غیبت منقطعه کمترین مدت سفر است که همان سه شبانه روز راه باشد چرا لانه لا نهایت لاقصا انتهایی نیست برای نهایت آن ما حد اعظم یا حد اکثر چقدر بگیریم حد ندارد پس همین حد اقل رو میگیریم که حد اقل کم از کم كم، همو کمترین مدت سفر باشد وهو اختيار بعض المتأخرين وهي اختيار بعض العلماء وفقهاء المتأخرين وقيل إذا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه بعض قفتان قيبت من قطعون بحال باشد ككف يا هم مثل و هم شده او فوت تا وقتی که ما طلب آگهی رأی از بکنیم تا از رأی از او ما استفاده کنیم و مشوره ازور بگیریم این نفر از دست بره این غیبت منقطع میکن و از اقرب و و این مسئله نزدیکتر است به فقه و به دانش و با همان نظریه که رأی مبتلا بهی همیشه در مسائل ترجیح دارد ای موضوع به آن نزدیکتر است چرا لانه لا نظر فی ابقاء ولایته حین زیرا که هیچ شفقتی نیست در باقی گذاشتن ولایت و تدبیر و تصرف و اختیار همان ولی اقرب را حین ازن در این وقت که تا وقتی که ما رأی از او بر او بشیم خواستگار ما و مو هم مثل و هم ماننده که خواستگار است از بین بره و دور بشه و بره دیگه جای اقدام بکنه و فوت بشه پس لحاظا برای رأی از این هیچ و ولایت ارباقی گذاشتن در این وقت هیچ نظر و شفقتی نیست و اذا اجتمع فی المجنونت ابوها و ابنوها وقتی جمع شد در یک زن دیوانه عقلش مختلس پدرش هم است و پسرم هست اینجا چه کسی بر آن ولایت داره فالولی فی نکاح ها ابنها ولی در نکاح آن پسر آن است ولی در نکاح آن کی است پسر آن پسر اینجا مقدم است نسبت به کی نسبت به پدر في قول أبي حنيفة وابي يوسف تر قول الشيخين وقال محمد إمام محمد رحمة الله عليه فرمود است أبوها وري كاهن عن لأنه أوفر شفقة من الابن بخاطر ذلك كامل ترست است شفقة خود نسبة بفسر ولهما ولهم دلل شيخین ان است ان الابن هو المقدم فی العصوبت بچك است او مقدم و پیش در اصبه بودن خود نسبت به پدرومسلعصوبتاول جزء مت بعدا اصلمتبعبهمونتوبترتیبم در بحث عصبات میان میشه پس لذا این مقدم است و هذه الولایت مبنیت علیها این ولایت نکاح و تصرف و تدبیر و انجام دادن عملیه نکاح بنا شده است علیها بر مسئله عصوبت و پسرم در عصوبت مقدمه ولا لا معتبر به شفقت. زیادت شفقتی تنها زیادتی شفقت اعتبار نمی شود با قوت اسوبت مثل چی؟ که اب ام مع بعض العصبات مانند پدر مادر یعنی پدر کلان مادری به همراه بعضی از عصبات اینجا درست شفقت پدر کلان مادری بیشتره اما بعضی از عصبات نظر به این که اونها چی هند؟ اونها در اصوب... بخاطر عصوبت خود مقدمن لحاظا ولایت برای آنهاست الكفاءه في النكاح معتبره كفاءه ومسلب بودن دار نكاح معتبر يعني اگر مساله كف نباشه ولي متنه از اول پیش وكونة بکنه یا بعد از اینکه خبر بشود مانعی بشه قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمودن الا لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجن الا من الاكفاء آگاه باشید نکاح ندهد زنها را مگر اولیاء آنها اقارب آنها و به نکاح داده نشوند زنها مگر برای کسانی که هم مثل آنهاست کفاعت داشته باشد سیال باشند هم مثل باشند ولان انتظام المصالح بين المتكافئين عاده ديگر اینکه منظم شدن مصلحت‌های خانوادگی مساله نفق و معاشت و سکنه و معاشرت و فرزند مساله شيرازي خانواده که منظم میشه میان مثل عاده نظري عادت لان الشريفه تأبى ان تكون مستفرشه للخسيس زنی که با شرافت باشه با وجاهت باشه با شخصیت باشه او آر میکنه ابا میورزد از اینکه فرشه باشد برای یک مردی که پست فطرت باشد فلا بد من اعتباری ها بس ضروری است از اعتبار کردن همان کفاعت و هم مثل بودن به خلاف جانبی ها در جانب زن آنچنان نیست لان الزوج مستف رشون شوهر که هست فرش کننده هست فلا تغیزوهو دناعت الفراش او را به خشم نمی آورد پس بودن فرش انسان برای فرش خوبم هم میشینه برای قالین ابریشمی هم میشینه برای پلاس هم میشینه برای مکت هم میشینه و ازا زوجت المرأت نفسها من غیر کفئن فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم زمانك بنكاه داد زن خدش شو نزد امام صاحب رحمة الله عليه إنك زن خود را به نکاح داده میتونه در صورتی که عاقل و بالغ باشد و کسی بر خود را براي شخص غير هم مثل و غير معادل مساويه فللأولياء براي وليها و اقارب زن هست ان يفرقوا بينهما بين ايزن شوهر تفريق بكن دفعا لظرر العار عن انفسهم بخاطر دفع کردن نقصان ننگ عيب و نقصان و صدمه ثم الكفاءات تعتبر في النسب کفایت در چی اوصاف اعتبار میشه میگه کفایت اعتبار میشه در نسب لانه یقع به تفاخر به خاطر اینکه نسب چیزی است که ذریعه آن فخر کردن بر یک دیگر واقع میشه گرچه روش خوبی نیست اما عادت مردم و روش مردم هست فقریشون بعضهم اکفاء لبعضین حالا چی نسب های اعتبار داره اول قبیله قریش است که قرآن به زبان آنها آمده خانه کعبه از جمله افتخارات آنهاست و پیامبر از میان آنها مبعوث شد و فرستاده شد قریش بعضی از آنها هم مثلا با بعضی دیگر فرق ندارد بطن به بطن یک شکم با شکم دیگر هیچ تفاوتی ندارند ولا عرب و بعضهم اکفاء لبعض عربها ها از قریش که گذشت دیگه قبایل عرب بعضی از ایشان هم مثلا با بعض دیگر یک قبیله با قبیله دیگر والموالی آزاد شدگان عربها ها یعنی عاجم آنها هم مثلا بعضی برای بعض دیگر هیچ فرقی ندارند رجلون به رجلین یک مرد با مرد دیگر ولا يعتبر في فيما بين قريش. وبرتري وافزوني اتبار نمشي ودرميان قريش. قريش كي لها ما لما روينا بخاتر ما كما کردیم كاردين. اكفاء بعضهم اكفاء لبعض. وعن محمد أز امام محمد رحمه الله عليه روايات از امام محمد رحمت الله عليه روایت است که محمد كذلك از امام محمد هم مثل من روایت هست که قریش تمام آنها هیچ الا ان يكون نسبا مشهورا مگر اینکه اگر همان قبیله أهل نسب مشهوري بدن كأهل بيت الخلافة مانند أهل بيت الخلافة بدن خلفاء أربعاء نسبة ببقية أفراد متفاوتن كأنه گویا إمام محمد رحمة الله عليه قال گفته است تعظيما للخلافة بخاطر بزرق امر أمر خلافات كمسألة خلافات يك امر مهم بس يكيئي را در نظر گرفته وتسكينا للفتنة وبخاطر. آرامش دادن و خوابانیدن فتنه فتنه نخیزه که اونها نراحت بشن و سر کسی که با آن قبیله خواستگار میشه و خدای نخواسته نزای نشه و بنو باهله لیسو بی اکفائل العرب بنو باهله یک طایفه هستند از میان عرب ها و اینها بسیار طایفه گمنام و مجهول و مبهمی هستند و و همچنان اشخاصی هستند به سختی و به خصاصت مشهورند لذا میگه بنو اینها هم مثل و برابر نیستند برای عموم عربها، ها لانه معروفون بالخصاصه چون اینها به پستی مشهورن و به سختی مشهورن و به امساک و بخل مشهورن پس لحاظای یک صفت صفت زشت است در آنها که ای چیز در میان دیگر قبایل عرب وجود نداره حتی آنها به مهمانداری و مهمان نوازی و امثال آنها تمام قبایل عرب معروفند